سلام دوستان، فرقی نمیکنه که کدوم دانشگاه باشین یا ترم چندم. حتما خیلی از شماها با هزاران امید و آرزو وارد دانشگاه شدین، اما اون چیزی که توی واقعیت دیدین با اون دیدگاهی که ازش داشتین حتما فرسنگ‌ها فاصله داشته. اما علت چیه؟ امروز میخواییم پای صحبت دوست عزیزی به اسم مریم از تهران بشینیم تا از دانشگاه برامون تعریف کنه. سلام، من مریم هستم از تهران، دانشجوی رشته گرافیک. خواسته من اینه که تو محیط دانشگاه محیط آزادی باشه، آری از هر گونه سرکوب و خفقان و تبعیض، تا دانشجو بتونن به راحتی خواسته هاشون رو بیان کنن و از بیان خواسته هاشون هیچ ترس و واهمه‌ای نداشته باشن و هیچ دانشجویی به خاطر افکارش، عقایدش، دین و مذهبش، پوششش مورد تبعیض قرار داده نشه. ولی متاسفانه الان می‌بینیم که دانشگاه ها دقیقاً نقطه مقابل این خواسته ها قرار داره، یعنی از هر نوع سرکوبی استفاده میکنن تا دانشجوها اجازه هیچ نوع حرکتی رو نداشته باشن، اجازه هیچ نوع حرکت و اعتراض و نمیتونن خواسته هاشون رو به راحتی بیان کنن. نه به هیچ وجه دانشجو کوتاه نمیان، اعتراضات خودشون رو بیان میکنن که این چند وقت هم دیدیم دانشجو به خاطر قانون سنوات و غذای نامناسب و خوابگاه‌های نامناسب اعتراضاتی داشتن و روی اعتراضاتشون پافشاری کردن. حکومت بیشتر از آگاهی دانشجوها میترسه، در دانشگاه از افشاگری دانشجوها میترسه، از اتحاد دانشجو که این اتحاد و آگاهی دانشجو نسبت به حکومت که چه اعمالی انجام میده در آخر منجر به اعتراض و قیام میشه. میخوام به دانشجوها در 16 آذر بگم که به هر نحویش که شده اعتراضات خودشون رو بیان کنن، هر اندازه که کوچیک باشه تاثیرگذار هست، خواسته های خودشون رو بیان کنن و از خواسته هاشون کوتاه نیان و نذارن که حکومت به اهداف خودش برسه. میخوام به حکومت بگم که فکر نکن با این کارهایی که میکنی میتونی به هدف خودت برسی، ولی بیشتر ذهن مردم، ذهن دانشجو و دیگر اقشار جامعه رو آماده کردی برای اعتراض و قیام علیه خودت. آرزوی من برای ایران فردا، ایران آزاد و آری از هر گونه تبعیض است.